بینندگان برنامه در غیر این صورت، در برنامه پنجم از دوره 11 این برنامه ها در خدمت شما هستم. این مجموعه برنامه اختصاص داره به بحث از روحانیت شیعه. من تلاش میکنم در این مجموعه برنامه وضعیت موجود، دیدگاه ها، نگرش ها، دستاورد ها و ظرفیت ها یا از اون طرف مشکلات و چالش هایی رو که روحانیت شیعه برای جامعه امروز ایران به بار آورده، اینها مورد بحث و بررسی قرار بدم. در ابتدای برنامه یه اشاره مختصری میکنم به 4 برنامه گذشته و مباحثی که در اون 4 برنامه در خدمتتون بودم و بعد وارد بحث امروز برنامه میشم که به دستاوردهای روحانیت شیعه اختصاص داره. در جلسه اول بحث من در مورد باورها و نگرشهای روحانیت شیعه بود. اشاره کردم در اون برنامه به دیدگاه‌های کاملا خطرناک و مسموم روحانیت شیعه که در طول 37 سال گذشته از رسانه‌های عمومی و تریبون‌ها در جامعه ایران پخش شده. این دیدگاه‌ها عبارتند از ادعای همه چیزدانی، انحراف اندیشی، تبدیل شریعت به قانون، خود حق پنداری، ترس از عالم بیرون، از بیگانه و همچنین اعمال ترس بر جامعه، انسان هراسی، غیر از کسانی که به ولایت باور دارن از بقیه اینها هراس دارن، حالا چه همجنسگرا، چه زن، چه جوان، چه کسی که دیدگاه های متفاوت داره، باور جدی به اعمال خشونت، تبعیض و گسترش طلبی و دیدگاه های امپریالیستی که امروز جمهوری اسلامی در منطقه داره دنبال میکنه. در جلسه دوم بحث من در مورد نظام اخلاقی روحانیت شیعه بود که 3 بنیادش رو توضیح دادم. در نظام اخلاقی روحانیت شیعه انسان ها با هم برابر نیستند. تبعیض و امتیاز یکی از مبانی جدی دیدگاه روحانیت شیعه هست. جواز زیر پا گذاشتن همه اصول اخلاقی برای حفظ و تبلیغ و اجرای احکام دین و بنیاد سوم قرار دادن اخلاق و انصاف به صورت شاخه‌ای از مذهب، اون هم مذهب شیعه، اون هم به قرائت روحانیونی که امروز در ایران قدرت رو در دست دارند. در جلسه سوم بحث من در مورد روحانیت شیعه بود به عنوان یک نهاد. در این بحث به 2 وجه نهاد بودن این پدیده اشاره کردم. یک بخشش بحث نهاد به معنای رویه بود، اشاره کردم به داستان شجره سازی ها و سادات، و در بحث نهادهای که در عالم واقع محقق شدن سازمان ها هم اشاره کردم به امامزاده ها و حوزه ها، اوقاف، مساجد و کارهایی که اینها در طول بالاخص از دوره صفویه به این طرف در این قلمرو انجام دادن و بالاخص به ویژه دوره جمهوری اسلامی. اونجا توضیح دادم که به عنوان مثال تعداد امامزاده های ایران از سال 57 که 1500 تا بوده تا سال 92 به 10500، یعنی 7 برابر شده. مساجد همینطور یک رشد بادکنکی داشته، در تعداد طلاب رشد بادکنکی داشته. اینا فعالیت هایی است که روحانیت شیعه به عنوان یک نهاد در ایران دنبال کرده. در بحث جلسه 4 هم بحثم در مورد روحانیت دین بود به طور عمومی، به عنوان یک بازار و روحانیت شیعه به عنوان یک، در واقع یکی از طرف های این بازار، یکی از چند یا ده ها مغازه‌ای که در این بازار میتونه وجود داشته باشه. اما روحانیت شیعه بعد از انقلاب بازار دین رو در ایران کاملا به هم زده. در این بازار رقابت وجود نداره، طرف های رقبا سرکوب میشن، حذف میشن. در این بازار کالاهایی که فروخته میشه به جای اینکه معنویت و التیام بخشی یا امید دادن به افراد باشه، کارهایی که اهل ادیان در جوامع دموکراتیک انجام میدن، کالاهایی که در بازار ایران فروخته میشه عمدتاً خشونت و اجرای احکام شریعت،
هست، اعدام، زدن قطع دست و پا و کتک زدن زنان در خیابان، اینها کالاهایی است که در این بازار متاسفانه به نام دین داره عرضه میشه. بازار دین در ایران قواعدش یه قواعد منصفانه نیست، زور و تقلب برش حاکم هست، انحصار برش حاکم هست. یه بازاری نیست که اهل ادیان بتوانند به خوبی در این بازار فعالیتشون انجام بدن. به همین دلیل هم هست که ما در ایران دیندار و غیر دیندار رو از هم نمیتوانیم تشخیص بدیم، چون یه بازاری است که درویی و ریاکاری و تقلب برش حاکم شده. جنس اصل رو از جنس غیر اصل تشخیصش بسیار دشوار هست. اتفاقا جمهوری اسلامی یکی از دستاوردهای مهمش این بوده است که دینداری رو، دینداری ایمانی رو برای مردم بسیار دشوار کرده، چون واقعا نمیشه فهمید که چه کسی دیندار هست و چه کسی کاسب هست و داره از دینداریش در ایران کسب میکنه و مشغول جمع‌آوری منابع دنیوی هست با تمسک به مغازه‌ای که روحانیت شیعه در ایران باز کرده. در این جلسه بحث من همونطور که عرض کردم خدمتون در مورد دستاوردهای روحانیت شیعه هست. ببینیم که حالا روحانیت شیعه با مجموعه این نهادهایی که در طول چند صد سال گذشته در ایران شکل داده و قدرتی که در چهار دهه گذشته در ایران به دست آورده واقعا چه دستاوردهایی داشته. در تبلیغات حکومتی برای دیوان سالاری مذهبی در ایران و توجیه تزریق سالانه ده ها هزار میلیارد تومان، چون یه بخشیش رو دولت سالانه در حدود 2000 میلیارد تومان بودجه داره، بودجه رسمی داره در بودجه سالانه مجلس، دستگاه رهبری که بیشترین شهریه رو میپردازه، بیشترین امکانات رو داره و مشخص هم نیست که چقدر در حوزه ها خرج میکنه. غیر از اون قباله بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها و زمین ها و امکانات کشور به پشت مراجع شیعه در قم زده شده. اینا هر کدوم منابعی دارن، همش منابع عمومیه، از منابع عمومی اینها رو برداشتن و دارن استفاده میکنن. مجموعش رو میشه تخمین زد در این دم و دستگاه مجموعه نهادی که چیزی در حدود 500 هزار نفر رو تحت پوشش قرار میده، حالا خانواده های اینا رو هم اضافه کنید، و داره بهترین امکانات رو هم استفاده میکنه در کشور، بیشترین ذخیره هم داره، بیشترین پسنداز رو هم داره، بیشترین منابع کشور هم به اینها اختصاص پیدا میکنه، چیزی در حدود 10000 میلیارد تومان هست که اینها از امکانات کشور هر ساله میمکند. با این میزان امکاناتی که به این دیوان سالاری تعلق میگیره، ادعای تبلیغات حکومتی این هست که روحانیت شیعه داره عرصه های جدیدی رو در مینورده. حالا با عکس هایی که میزنن که 4 تا طلبه در مقابل 4 تا کامپیوتر نشستن، یا یک مثلا کتاب فقهی رو این رو در وبسایتی درست کردن، در اون وبسایت گذاشتن، شما میتونید درش سرچ کنید، جستجو کنید، اون رو پیدا کنید. اینا بخشی از دستاوردهای قابل عرضه به شکل مدرنش هست که اینها به جامعه عرضه میکنن. اما عرض کردم دستاوردهای اصلی در واقع فربهتر شدن نهاد روحانیت و اعمال خشونت و تنفر و تبعیض در جامعه ایران بوده. خب ببینیم که واقعا عرصه های جدیدی رو که روحانیت شیعه در طول 14 دهه گذشته در نوردیده، اینها چه عرصه هایی هست، در چه موضوعاتی، در چه حوزه های روحانیت شیعه در طول 14 دهه گذشته وارد شده که قبل از اون، قبل از سال 57 اینها در اون حوزه ها وارد نشده بودن یا کمتر وارد شده بودن. یک به یک من به این عرصه ها اشاره میکنم. در این اشاره هم سعی میکنم که نقل قول هام از چهره های مورد قبول و شناخته شده روحانیون شیعه باشه، ائمه جمعه، مراجع تقلید و کسانی که نظر یه طلبه ناشناخته ای رو در قم نقل نمی کنم، نظر کسانی رو نقل می کنم که تریبون رسمی دارن و افراد شناخته شده هستن.
یکی از عرصه های بسیار جالبی که روحانیت شیعه در طول 14 دهه گذشته تونسته به این دستاورد برسه در نبردیده، عرصه انسان حراسی هست. حالا ما از تقابل اینها با زنان، تقابل اینها با همجنسگرایان، تقابل اینها با روشنفکران، تقابل اینها با اقشار مختلف اجتماعی، با بهاییان، با یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، تقابل اینها، از همه اینها بگذریم، یه مورد خیلی سادهش تقابل اینهاست با افغانی ها، کسانی که کشورشون جنگ بوده به ایران پناه آوردن، بخش قابل توجهشون شیعه هستن، اونایی که به ایران اومدن بخش قابل توجهشون شیعه هستن، چون در دوره جنگ افغانی هایی که سنی بودن اونها عمدتاً به پاکستان رفتن، هم دینند هم زبانن، مشترکات ملی و فرهنگی بسیار زیادی با ایرانی ها دارن. خب ببینیم که روحانیت شیعه در برابر این جمعیت چگونه رفتار کرده. 30 چند ساله که کودکان افغانی در ایران از تحصیل محروم بودند. یک هفته گذشته بود که تازه آقای خامنه ای اعلام کرد که کودکان افغانی میتونن به مدارس ایران راه پیدا کنن، اونم علت اصلیش نه حق و حقوق کودکان افغانی بلکه کاهش جمعیت در ایران هست، اینا میخواهن که افغانی ها رو جذب کنن. علت دیگرش هم اعزام حدود بیش از 10,000 افغانی هست به سوریه، دارن از افغانی ها استفاده میکنن برای جنگ در سوریه، میخوان توجه این جمعیت رو جلب کنن. یعنی در واقع نوعی بدهوبستان هست، هیچ انگیزه انسانی و مذهبی و ملی درش ما نمیتونیم مشاهده بکنیم. اخیراً آقای حدود چند ماه پیش آقای یحیی جعفری نماینده آقای خامنه‌ای در استان کرمان گفته بود که با حضور افغان‌ها در ایران به شدت مخالف است و افغان‌ها امنیت و سلامت کشور را به خطر انداختند. شما غیر از حالا اگر افغان‌ها قومی نبودند که مشترکات زیادی با ایرانی‌ها داشتند، این رو کاملاً میشه به معنای نژادپرستی گرفت. اگر در کشوری دیگر مثلا در آلمان کسی چنین سخنی رو در مورد ایرانی‌ها یا افغانی‌ها بگه، حتماً او رو نژادپرست یا قوم‌پرست یا شوبنیست لقب میدن رسانه‌ها. هیچ مخالفتی با این سخن از سوی دیگر روحانیون هم صورت نگرفت. شاید 30 یا 40 سال پیش کسانی که باور دینی داشتن و به روحانیت به عنوان مبلغان دین نگاه میکردن تصور نمیکردن که روزی یکی از ائمه جمعه یه فرد قومگرا و نژادپرستی یا فرد بیمنطقی مثل آقای یحیی جعفری باشه. جمهوری اسلامی یکی از در واقع خدماتش به جامعه ایران این بوده است که گرایش‌های فاشیستی درون روحانیون رو کاملا نمایان کرده. وقتی امام جمعه چنین سخنی بگه، طبیعی است که وفاداران به روحانیت که امروز مقامات نظامی و انتظامی رو در کشور دارن، اونها هم به همین راه میرن. رئیس پلیس آگاهی تهران در مورد مراکز قالی‌شویی به شهروندان تهرانی هشدار داده و میگه از کارگران افاقنه برای خانه تکانی استفاده نکنید. این یعنی یک جمعیت قابل توجهی از افغانها، چیزی در تخمین زده میشه بین 1.5 تا 3 میلیون افغانی در ایران دارن کار میکنن، همه اینا دوست هستن از نگاه رئیس پلیس آگاهی. ایشون در ادامه میگه در روزهای پایانی سال نسبت به ماهای دیگر شاهد افزایش سرقت فرش در پوشش مراکز قالی‌شویی یا از روی دیوار خانه ها هستیم. رضا شهروندان باید جهت جلوگیری از این حوادث به هشدارهای پلیس توجه داشته و مانع از ایجاد فرصت برای تبهکاران شود. تبهکاران هم همین کارگران افغانی هستند، قربانیانی هستند که باید تمام جنایات و مشکلات کشور رو به گردن اونها انداخت. این گونه سخنان رو شما می توانید به راحتی، حالا اینها افغان هستند، کارگر هستند، بدتر از اینها رو در مورد همجنسگراها، در مورد بهائیان، در مورد مسیحیان تبشیری، در مورد افراد بیدین اینها رو بیان میکنن. یکی از عرصه های بسیار شاخصی که روحانیت شیعه در طول 14 دهه گذشته در نوردیده، عرصه انسان حراسی، عرصه نژادپرستی، قوم پرستی و این گونه حرف هایی است که اینها مرتبا هر روز میزنند. عرصه دومی که
ارتقای مقام پیدا کردن. روحانیت همیشه در حال استثمار، در حال فریب دادن جمعیت مخاطب خودش بوده. خب به دلیل اینکه این استثمار امروز همراه شده با چپاول منابع عمومی، اینها ارتقا پیدا کردن به سطوح تازه. روحانیونی که در طول یکی دو سال گذشته بعد از تحریم ها از نظریه اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای دفاع می کنند، خب این در واقع تحریم ها باعث شده که سالانه هزاران میلیارد تومان به جیب سپاهیان، اعوان و انصار حکومت بره و دوره آقای احمدی نژاد که حدود 700 میلیارد دلار در کشور در واقع چپاول و تاراج شد. برای برخورد با وضعیت جدید، توصیه‌ای که ائمه جمعه به مردم ایران می‌کنن این نیست که حکومت باید فساد رو کاهش بده، زیاده روی و خرج‌های بیهوده رو کنار بگذاره. به مردم توصیه می‌کنن که کمتر غذا بخورند. آقای جنتی در نماز جمعه تهران این رو چندین بار تکرار کرده، یک بار 10 بهمن 93، یک بار هم 1 خرداد 94. ایشون به مردم توصیه میکنن که صرفه‌جویی کنن، روزی یک وعده غذا بخورن تا کشور بتونه در مقابل دشمنان فرضی اونها بیسته. امام جمعه مشهد هم قریب نزدیک به همین سخنان رو گفته بود. این حد از فریب، این حد از استثمار که سطحیش در میان تقریبا همه رهبران دینی در ادیان مختلف به چشم میخوره، تنها با اتکای داده شدن بلندگوهای مجانی و عدم امکان انتقاد از اونها در داخل کشور نصیب روحانیت شیعه شده. این از دستاوردهای جالب توجه روحانیون در ایران هست. دستاورد سوم یا عرصه سومی که روحانیت شیعه در طول 14 دهه گذشته به خوبی در نوردیده، سرکوب هست. در حیطه سرکوب اینها خیلی راحت حرف میزن. قبل از انقلاب چون خودشون تحت فشار بودن، به این راحتی از زندانی کردن، از شکنجه با شوخی، با توصیه صحبت نمی کردن. ولی اینها خیلی آسون شده و اسم زندان رو گذاشتن هتل، اسم حبس کردن رو گذاشتن کبابخوری. آقای علی عسکری معاون پارلمانی دانشگاه آزاد، ایشون میگه که دکتر روحانی که یک مبارز انقلابی و اولین فردی است که در سخنرانی خود لقب امام را به رهبر کبیر انقلاب داد، چه اشکالی دارد آقای روحانی پرونده این افراطیون؟ کس من که ایشون قبول نداره. حالا من از اونها دفاع نمی کنم ها، ولی توصیهش رو ببینید. آقای روحانی پرونده این افراطیون را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند تا اینها هم 2 هفته بروند کباب بخورند. اسم حبس کردن، اسم انداختن افراد به انفرادی رو و کتک زدن افراد در زندان ها رو اسمشو گذاشتن کباب خوردن. ببینید چقدر راحت اینها در زبان روزمره شون از سرکوب میتونن راحت سخن بگن و قضیه رو تلطیف کنند. عرصه چهارمی که در واقع از دوره آقای رفسنجانی شروع شد و امروز کاملا بس پیدا کرده، مداخله امنیتی ها هست در حیطه امور اقتصادی. در وزارت اطلاعات هم چون قرار هست که یک مجتهد اونجا وزیر اطلاعات بشه بنابرای قانون تضمین مصوب مجلس، روحانیون هستن که وزارت اطلاعات رو اداره می کنند. روحانیت شیعه در 14 دهه گذشته به خوبی نشون داده که در حکومتداری نیروهای امنیتی رو به راحتی میتونه درگیر بکنه و در این زمینه ها هم به راحتی فتوا میده. آقای علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوره رفسنجانی که خب سابقهش خیلی روشن هست، هم در ترورهای خارج کشور و هم در قتل‌های زنجیره‌ای داخل کشور، ایشون میگه که نفت بشکه‌ای 8 تا 16 دلار فروخته میشد در دوره آقای رفسنجانی و اصولا پولی در کار نبود. خیلی از صنایع را ما ورود کردیم و راه انداختیم. ایران خود رو 90 هزار پیکان تولید میکرد با 48 عیب. من به آقای قروی گفتم که این وضع بدی است. ایشان گفت بروید مطالعه کنید و مذاکره انجام دهید و نتیجه این شد که پژو فرانسه راضی شد و این کار 2 میلیون دلار پول میخواست. کشور در آن مقطع پول نداشت، برای همین ما وارد شدیم و این مبلغ را از دوستان این طرف آن طرف جمع کردیم.
خیلی جالب هست، وزیر اطلاعات پول جمع میکنه، ببینید چجوری کشور اینها اداره میکنن، میگه 2 میلیون دلار از این ورور پول گرفتیم برای اینکه این کار رو انجام بدیم و به آقای قرمی دادیم و ایشان خط تولید پژو رو خرید. حالا واقعا خط تولید پژو رو با 2 میلیون دلار میشه خرید یا نه، این هم از شوخی های روزگار هست. در ادامه ایشون میگه 90,000 تولید به 90,000 به 900,000 رسید و 1,000 کارگر به 12,000 کارگر. برخی به ما گفتن به شما چه ربطی داشت در این حوزه ها ورود کنید، اما به نظر من، به نظر ما بحث امنیت کشور بود. امنیتی ها در ایران همه ی هیته ها رو، حتی که انتشار یک کتاب، یک کنسرت، اینا رو همه رو امنیتی میدونن. فتوای من این بود که سوار پیکان شدن حرام است و در حال حاضر سوار پراید شدن، چون آن خود رو امنیت نداشت و این هم امنیت ندارد و در یک تصادف همه سرنشینان را به کام مرگ میبرد و هوا را هم خیلی آلوده میکند. وزارت اطلاعات مسئول هوا، مسئول نظارت بر اتومبیل ها، مسئول همه کار هست و جالب هست که وزیر اطلاعات فتوا میده که سوار پیکان شدن حرام هست. اینا عرصه های تازه است که روحانیت شیعه در دوره بعد از انقلاب بهش وارد شده. با همین نوع فتواها هم بوده، یعنی روحانی که در مورد سنجش کیفیت خود رو فتوا صادر میکنه، طبعا در مورد کشتار آدم ها، فعالیت تروریستی، بمبگذاری در آرژانتین، کشتن مخالفین در آلمان، در فرانسه، کشتن نویسنده ها و فعالان سیاسی در داخل کشور، راحت میتونه در این زمینه ها ایشون فتوا صادر بکنه و صادر کرده. حالا در مواردی هم که خودش صادر نکرده، اعضای وزارت اطلاعات رفتن از آقای خوشوقت که یکی از روحانیونی بود که اخیراً فوت کرد، فوق‌مخیش آقای خامنه‌ای هم هست، آقای مشتبه تهرانی که درس اخلاق میداد در تهران، یا دوری نجف آبادی، اون فتواهای قتل نویسنده ها و فعالای سیاسی و روزنامه نگارها رو از همین روحانیون میگرفتن که اینها مجالسی دارن داشتند، اونایی که فوت کردن، مشتبه تهرانی هم فوت کرد، کسانی هستن که مشهورن به این که درس اخلاق میدن اما پای درسشون بسیجی ها و لباس شخصی ها و اینا هستن، فتوا میگیرن و میرن آدم ها رو میکشن. اینها عرصه های جدید صدور فتوا هست در جمهوری اسلامی. عرصه دیگری که روحانیت شیعه، البته خب در این عرصه همه روحانیون اهل ادیان فعال بودن، قبل از انقلاب هم روحانیون شیعه فعال بودن، اما امروز اینها برای فعالیت در این عرصه همه تریبون های کشور و همه قدرت کشور رو در اختیار دارن و اون هم فروختن بهشت هست. جهنم و بهشت کاملا در اختیار این افراد قرار گرفته و هر روز مشغولن به این که یه گروهی رو به جهنم بفرستن و یه گروهی رو به بهشت. آقای عبدالله جوادی آملی یکی از روحانیون است که حرفهای به عنوان فیلسوف ایشون رو در ایران مطرح میکنن، ولی سخنان بسیار سخیف و سخنانی که آدم شرمش میشه. در هفته گذشته ایشون خواسته بود انتقاد بکنه از سیاست‌های آمریکا، بند کرده بود به قد آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا. اینا رو در سایت‌ها نگاه بکنید، واقعا آدم شرمش میشه که یک کسی که در ایران به عنوان فیلسوف و معلم اخلاق مطرح میشه این برخوردهای سخیف و بچگانه رو داره. ایشون میگه که این مخترعان و مکتشفان مانند مخترع برق و بسیاریشون موحد بودن، حرفایی که هیچ اساسی نداره. بسیاری از مخترعها برخیشون دیندار بودن، برخیشون نبودن و کفر و الحاد آنان یا اتمام حجت بر آنان اثبات نشد که حق بر اینان مسلم شده است و اینان الحاد را بر توحید مقدم داشتند، خیلی از آنان مستضعف فکری بودند. اینا معتقدند که هر کسی دین اسلام نیورده یا مغرضه یا نادانه. اگر کسی غرضی نداشته باشه و بهش هم اسلام عرضه شده باشه حتما اسلام رو قبول میکنه، لذا اسلام اونم اسلامی که این آقایون معرفی میکنند. ایشون در ادامه میگه لذا درباره افراد و اشخاص نمیشود نظر داد، تنها به طور کلی میتوان گفت که افراد مشرک و ملحد به طور عامدانه وارد بهشت نمیشوند. در دنیا از اختراع خود استفاده میکند و ممکن است از این اختراع در برزخ و در قیامت استفاده کند، اما قطعا وارد بهشت نخواهد شد. بهشت اختیارش دست اینهاست. کسی حتی اگر بزرگترین خدمات رو به جامعه بشری هم کرده باشه، تا آقایون روحانیون زیر برگشت رو امضا نکنن اینها نمیتونن وارد بهشت بشن. اونم کسانی که شما، من جمله ایشون رو خوندم،
نمیتوانند 4 تا جمله فارسی رو در کنار هم معنیدار در کنار هم بنشانند. من اینها معتقدم که ما باید زیر برگه بهش رفتن همه آدم ها رو امضا بکنیم. این از عرصه‌هایی بوده که البته روحانیون در همه ادیان همیشه ادعاشو داشتن، اما امروز اینا قدرت دارن و فردی هم که میکشن و به ناحق میکشن، معتقدم که آقای خلخالی میگفت که ما اینها رو به بهشت ارسال کردیم. ما هستم در بخش دوم برنامه پنجم از دوره 11 برنامه‌های در غیر این صورت. در این برنامه بحث من در مورد دستاوردهای روحانیت شیعه هست در 14 گذشته و عرصه‌های جدیدی رو که اینها مدعی هستند روحانیت شیعه در دوره جمهوری اسلامی در نوردیده. به برخی از این عرصه‌ها در بخش اول اشاره کردم، خدایی کردن و از اون طریق فروختن بهشت با اتکای به قدرتی که امروز روحانیت شیعه در ایران داره، مداخله امنیتی ها در امور اقتصادی، حبس منتقدان و کسانی که مشکلی حالا با مجموعه حکومت دارن از هر گروه، از هر دسته‌ای، حتی اینا میتونن از خودی های خودشون باشن، چپاول در کنار استعمار، سخن برخی از ائمه جمعه که مردم اگر در شرایط دشوار اقتصادی هستیم روزی 1 وعده غذا بخورن، انسان هراسی و بالاخص عرصه هایی که اصولا کسی انتظارشو نداشت، حالا در مورد همجنسگراها، در مورد روشنفکران، بیدینان، اهل ادیان دیگه انتظار می‌رفت که روحانیون شیعه سرکوب کنند، اما در مورد مثلا افغانی ها کسی انتظار نداشت که روحانیون شیعه افغان ها رو مایه بست و اپیدمی بیماری ها در ایران بدونن یا همه افغان ها رو دزد و چپاولگر تلقی کنن. اینها دستاوردهای تازه ای است که روحانیت شیعه داشته و اینها خیلی قابل توجه هست. اگر کسی بخواد کارنامه روحانیت شیعه رو در ایران بررسی کنه، اینها البته خودشون معتقد هستن که کشور رو روحانیت شیعه حفظ کرده. آقای جوادی آملی جایی گفته بود که اگر ایران امروز ایران هست به خاطر اینکه روحانیت شیعه بوده و کشور رو حفظ کرده، بدون روحانیت شیعه ایران از بین میره. اما خب ما اگر واقعا به کارنامه اینها نگاه بکنیم خواهیم دید که روحانیون شیعه در ایران چه دستاوردهایی داشتن. قلمرو دیگری که روحانیت شیعه در اون به شدت در طول 14 گذشته فعال بوده، حیطه تبعیض هست. قریب به اتفاق فقهای شیعه و روحانیون ایرانی افراد غیر شیعه رو، حتی برخی از اونها سنی ها رو، نجس میدونن و این نجس دانستن رو فقط حالا در زمانی که قدرت نداشتن این نجس تلقی کردن. در واقع معنیش این بود که با اونها غذا نمیخورن، بر سر یک سفره نمیشینن، خونهشون نمیرن، اونها رو در واقع به یک تبدیل میکنن به یک جماعت متروک و منزوی، کسان غیر خودشون رو، یعنی جنبه بایکوت داشت. اما امروز روحانیون چون قدرت دارن، در واقع این تلقی نجس، دیگران رو نجس تلقی کردن، انسانهایی رو که مثل همه آدم ها هستن، اینها رو میگن یه نجسند، یعنی در ردیف سگ و خوک و بول و قائط و اینا هستن. این که بخشی از این دیدگاه ها کاملا دیدگاه های خطرناک و فاشیستی هست و اینا دارن با همین دیدگاه ها دارن جامعه ایران رو امروز اداره میکنن. اون تا خب متاسفانه هم جامعه از این دیدگاه ها خیلی آگاهی نداره و هم متاسفانه با اعمال اینها جامعه به رفتارهای زشت اینها عادت کرده. این مایه تأسف هست که این دیدگاه ها و این رفتارها در جامعه ایران تبدیل به عادت شده. با این دیدگاه ها افرادی رو که شهروند ایرانی هستن، اینها رو از کسب و کار محروم میکنن، از داشتن قبرستان محروم میکنن. رفتاری که روحانیون شیعه با بهائیان کردند در این 14 واقعا رفتار تأسف باری هست و هر کسی که کوچکترین احساسات انسانی داشته باشه نمیتونه نظام جمهوری اسلامی، آپارتاید مذهبی رو که اینا درست کردن، نادیده بگیره. بر اساس فتوای نجس بودن بهائیان است که نیروی انتظامی بهائیان رو از فعالیت در کسب و کارهای معمول ممنوع کرده. یک اطلاعیه‌ای داره نیروی انتظامی در
چهار بند در سال 86 این منتشر شده. این اطلاعیه رو شما اگر سرچ بدید میتونید به راحتی در اینترنت پیدا کنید. من از دوستان اتاق فرمان هم تقاضا میکنم که این اطلاعیه رو پیدا کنن و به نمایش بگذارن در صفحه تلویزیون. بخشی از این اطلاعیه رو من براتون میخونم. این اطلاعیه میگه بهائیان نباید در جراید، نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعتسازی، چاپخانه داران، نصرش هم این نصر آقای جوادی آملی است. یه جایی شغل رو میگه، یه جا صاحب شغل رو میگه. چاپخانه داران، گراورسازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران و کتاب فروشی، مسافرخانه داران، هتل داران، آموزشگاه های خیاطی، عکاسی، فیلمبرداری، گیم نت، رایانه و کافی نت مشغول به کار و فعالیت باشد. این رو معلوم است یک کسی که سواد دیپلم هم نداره این اطلاعیه رو برای نیروی انتظامی نوشته، چون فرماندهان نیروی انتظامی همه از همه دیپلم ردیایی هستن که امروز به سردار و فلان شدن و صاحب میلیاردها تومان یا میلیاردها دلار پول شدند، مثل آقای اسماعیل احمدی مقدم که فرمانده نیروی انتظامی بود برای حدود 10 سال و کاری هم به کارو نداشتن با فسادهاش. وقتی از کار برکنار شد تازه دارن بخشی از پرونده ایشون رو رسیدگی میکنن. در ادامه این اطلاعیه میگه از حضور آنها در تالارهای پذیرایی، رستوران و سلف سرویس ها، اغذیه فروشان و مواد غذایی، چلو کباب و چلو خورش، قهوه خانه، فروشندگان مواد پروتئینی و سوپرمارکت، بستنی و آب میوه و نوشابه، قنادی و شیرینی فروشی و کافی شاپ جلوگیری شود. ببینید بهائیان در ایران به استخدام دولت که نمیتونن در بیاد، دولتی که حدود 10 میلیون نفر نانخور داره، حالا چه بازنشسته، چه کارمند، چه کارکنان شرکت های دولتی، جز اون 10 میلیون نفر که نمیتونن باشن. در ایران 23 میلیون نفر شاغل وجود داره. بخش قابل توجهی از جمعیت ایران، یعنی از 67 میلیون جمعیتی که قابل کار هست، 23 میلیون نفرش کار میکنه، بقیه بدون کار کردن شغل وجود نداره که اینها کار کنن. میگن آمار بیکاری 10% هست، اما خب این دروغ بزرگ هست. در ایران حدود 40 میلیون نفر آماده کارن، ظرفیت کار دارن، اما کاری وجود نداره براشون. در این 10 میلیون کارکنان بخش عمومی که بهائیان نمیتونن حضور داشته باشن، اونا رو استخدام نمیکنن. در بخش خصوصی هم که خب همین شغلاست دیگه، یعنی مردم اگه بخوان زندگی کنن یا باید برن تو اغذیه فروشی کار کنن، یا تو قهوه خونه باشن، یا بستنی آب میوه بفروشن، یا طلاسازی، ساعتسازی، گراورسازی، این فعالیت های معمول بخش خصوصی هست دیگه، بازار خدمات هست در ایران. در اینها هم اینها اطلاعی دارن که بهائیان در این زمینه ها نباید کار بکنن. بهانه هاشون هم حتی اونهایی که شغل دارن، مثلا یه بهایی هست لوله کشه، یه بهایی هست که کار خدماتی انجام میده، اونها هم مغازه هاشون رو در شهرهای مختلف با بهانه های واهی میبندن. در ساری در همین ماه خرداد 11 مغازه بهائیان بسته شده به علت اینکه اینها برای مناسبت های مذهبیشون مغازه هاشون رو تعطیل کردن. بهانه پیدا میکنن برای اینکه این بیچاره ها رو از نون خوردن بیاندازن، مجبورشون بکنن که از ایران برن. جمعیت بهایی، جمعیت یهودی، جمعیت مسیحی در ایران به صفر برسه. در ابتدای انقلاب اینها دقیقا مثل داعش عمل میکردن، میکشتن، از بین میبردن. چند صد بهایی، چند صد یهودی در همون سالهای اول انقلاب کشته شدن. ولی خب اخیرا سیاستهای موذیانه تر رو در پیش گرفتن برای حذف جمعیت بهایی در کشور، برای اصلا حذف هر گونه تکثر مذهبی، هر گونه تنوع فرهنگی در ایران. به همین سیاست ها، یعنی طرف رو وادار میکنن به اینکه بساطش رو جمع کنه و از کشور بره. اینها نمیتوانن در ایران تحت حکومت روحانیون زندگی کنن، مغازهای مردم رو پلم میکنن. این گونه تبعیض ها بر اهالی دیگر ادیان، سنی ها و یهودیان، مسیحیان، اونها اعمال شده، اینطور نیست که بر اونها اعمال نشده باشه، اما در مورد بهائیان سختگیری بیشتری رو از خودشون نشون میدن. حیطه دیگری که روحانیت شیعه درش به شدت فعال بوده بست تنفر هست. بست تنفر از گروه های سیاسی داخل کشور، گروه های قومی داخل کشور، گروه های جنسیتی داخل کشور و بالاخص تنفر نسبت به غرب. به صراحت آقای خامنه ای
و بسیاری از روحانیون غربیان رو وحشی میدونند. شما این سخن رو امروز اگر از یکی اگه یک همچین سخنی از سوی یکی از مقامات غربی ابراز بشه که مثلا مسلمون ها وحشی هستن، این در بوق و کرنا خواهد رفت. اما وقتی که همچین سخنی گفته میشه، کسانی که کار جمهوری اسلامی رو در داخل یا در خارج کشور مالکشی میکنن، اینا این سخنان رو کنار میگذارن، مطرح نمیکنن. آقای خامنه‌ای به صراحت گفتن که غربی ها وحشی هستن. تفکیکم نمیکنه که رهبران غربی، نمیدونم رؤسای دولت های غربی، همه غربی ها رو اینها وحشی میدونن. اینها در واقع بست تنفر هست. در هر در یک جامعه سالم باید جلوی این سخنان گرفته بشه. اینا سخنان تنفر آمیز هست. باید اینها رو به دادگاه، اگر یک جامعه ایرانی جامعه عادی بود، باید آدمهایی که چنین توهینی بهشون میشه باید برن و بتونن به اون دادگاه شکایت بکنن. آقای خامنه‌ای نمیتواند رهبر در چنین، یعنی اینا جرم محسوب میشه در یه جامعه‌ای که روالهای سالم و معقولی داشته باشه. اما خب رسانه‌های جمهوری اسلامی این بساط پخش و نشر تنفر رو از زبان روحانیون شیعه هر روز پهن کردن و دارن این کار رو انجام میدن. عرصه دیگر عرصه بددهانی و عرصه حتاکی است. روحانیون شیعه قبل از انقلاب تلاش میکرد برای اینکه جذب کنن تحصیل کرده ها رو، در زبانشون دقت بیشتری داشتن. اما در دوره جمهوری اسلامی چون قدرت در دستشون هست، نیازی احساس نمی کنن به اقشار تحصیل کرده، کاملا به بدترین زبانها اینها تمسک پیدا می کنن. مردم رو خر و گوساله و گاو نامگذاری می کنن. مردم رو حرفهای نسبت به دولتهای غربی، بدترین توهینها، بدترین سخنان نسبت به زن رئیس جمهور فرانسه، نسبت به نخست وزیر انگلیس، نسبت به رئیس جمهور امریکا، اینها بدترین حرفها رو میزنن. ولی خودشون انتظار دارن که کاملا با اونها با احترام برخورد بشه. این از طرفه های روزگار هست دیگه که اینها چنین حالتهایی رو دارند. و عرصه آخری که در این برنامه، چون فرصت کم هست، عرصه آخری رو که من در این برنامه بهش میپردازم، عرصه ارعاب و عرصه اعمال ترس هست. روحانیون شیعه قبل از اینکه قدرت رو به دست بگیرن، خب تلاششون بر این بود که چهره لطیفی از خودشون عرضه کنن و خودشون در مقام قربانی نشون میدادن، اینکه سخت زندگی میکنن، در حجره ها بهشون سخت میگذره، ریاضت میکشن و بعد هم چهره های خیلی اخلاقی و پاک و خدایی از خودشون به نمایش میگذاشتن. اما بعد از که قدرت رو در دست گرفتن دیگه احساس نیاز نمی کنن. از تلویزیون جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای رو موسیقی های خاص میذاره، ایشون نشون میده که داره قدم میزنه و تلاش میکنه چهره نورانی با پروژکتورهایی که هست، چهره نورانی از آقای خامنه‌ای به نمایش بگذاره. اما وقتی اینها دهانشون رو باز میکنن، خیلی راحت از سیاست هاشون حرف میزنن دیگه. اخیراً آقای زیبایی نژاد، مدیر مرکز تحقیقات زن و خانواده در حوزه علمی قم، وقتی در مورد حجاب اجباری صحبت میکنه، خیلی روک روشن میگه که این رو ما، چون اینا میدونن که اکثریت مردم ایران با حجاب اجباری، با چادر مخالفن، نظرسنجی کردن این رو. نظرسنجی های خود اینها که از زبان روحانیون همینا بیان شده نشون میده که اگر حالا در اوایل انقلاب تصور مثبتی نسبت به حجاب و چادر وجود داشت در اکثریت، امروز به تدریج از دهه 70 این کاهش پیدا کرده. بنا به گزارش خود اینها که معمولا این آمارا رو دستکاری میکنن، نگرش مثبت به حجاب به 31% رسیده در اول دهه 70، امروز هم میگن در حدود 20%. چون چیزی که شما بر مردم به زور اعمال کنید، طبعا مردم احساس خوبی نسبت بهش ندارن. اما خب این رو با زور و با ارعاب اعمال کردن در جامعه. آقای زیبایی نژاد میگه البته من معتقد نیستم که دولت به عرصه نیاید در این حیطه حجاب. معتقدم تا حدی باید ترس از تخلف در جامعه باشد، چرا که نباید متخلف حس کند کارش عادی است. گاهی هم شما قدرت ندارید اما وانمود میکنید که قدرت دارید. خود این ترس ایجاد میکند. فرض کنید اگر امروز همه زنها اراده کنند با لباس نامناسب بیرون بیاید، ممکن است زور حکومت به آنها نرسد. معلوم اینطور هست. اگر امروز مجموعه زنانی که به حجاب اعتقاد ندارند
چیزی در حدود مثلا 1 میلیون نفر، فرض کنیم 1 میلیون نفر هستن که تعدادشون بیشتر هم هست، اگر اینها یک روز اگر سازماندهی میتونست وجود داشته باشه، آزادی وجود داشت و اینها بیرون میومدن، داستان حجاب اجباری در ایران تموم میشد، این به یک طنز مسخره تبدیل میشد. خب چرا نمیتونن بیرون بیان؟ به دلیل اینکه ترس، ارعاب وجود داره و اینها سازماندهی ندارن. کسی نمیتونه این برنامه رو سازمان بده برای یک روز از همه زنهایی که حجاب ندارن بخواد، چون حکومت نمیتونه در یک روز 1 میلیون نفر رو بازداشت کنه. ایشون در ادامه میگه ولی نزد تک تکشان که بروید میترسند. وقیح تر از این در ادامه میگه این ترس برای جامعه مفید است. اینا یه روحانی که رئیس در واقع تحقیقات زن و خانواده رو قرار هست که مبلغ اخلاق در جامعه ایران باشه، این آقای روحانی بیان میکنه، میگه این ترس برای جامعه مفیده و با همین ترس هم هست که اینها جامعه ایران رو در طول 14 دهه گذشته اداره کردند. و این در واقع نشون میده که اگر مخالفان، اگر کسانی که با این حکومت مخالف هستن، با سیاست های حکومت مخالف هستن، اگر میخوان فشارشون کم بشه، باید هماهنگی داشته باشن و با هماهنگی با این حکومت ها حکومت مخالفت کنن. اون وقت حکومت دستش بسته خواهد بود و نمیتونه کاری بکنه. اینها عرصه هایی بود، حالا برخی از عرصه هایی بود که روحانیت شیعه در طول 14 دهه گذشته در ایران در نوردیده. این عرصه ها ارعاب، تبعیض، تنفر، خشونت، بهشت فروشی، خدایی کردن و اموری از این قبیل بوده. ما دستاوردی در حیطه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، دستاورد مثبتی متاسفانه، چون قرار نیست که ما بددل باشیم. اگر روحانیت شیعه واقعا در ایران فقر رو کاهش داده بود، حالا علارغم اینکه آزادی‌ها رو سرکوب می‌کرد، این امتیاز رو بهشون می‌دادیم. اگر روحانیت شیعه سطح اخلاق رو در جامعه ایران ارتقا داده بود، در کنار فقر، در کنار که البته نمیشه، در کنار نه سرکوب آزادی ها که اونم باز نمیشه، فرض کنیم که چنین کاری کرده بودن، اعتبارش رو ما به اونها میدادیم. اما در ایران نه تنها فقر وجود داره، بلکه تقلب و دروغ امروز در بالاترین سطحش وجود داره، خشونت و تنفر در بالاترین سطحش وجود داره و البته خب میتونه بیش از این هم افزایش پیدا کنه که اگر این سیاست ها همینطور ادامه پیدا کنه. در اینجا من خاتمه میدم به بخش دوم برنامه پنجم از دوره 11 برنامه در غیر این صورت که اختصاص داره به بحث در مورد روحانیت شیعه، تا هفته آینده که بحثی دیگر رو در همین حیطه در خدمتتون خواهم بود. روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.